رفت، نازلی سخن نگفت، نازلی بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. خب شما بینندگان، آنچه شاهد بودید شعرخوانی بابک جوادی‌فر، برادر امیر جوادی‌فر، در روز خاکسپاری ایشون بود که شعری رو از احمد شاملو خوند. الان بابک جوادی‌فر از طریق تلفن با ما در ارتباط هست. سلام بر شما بابک، شبتون بخیر. سلام، سر شما هم بخیر. خب میدونم که در روزهای اخیر شما سالگرد امیر رو برگزار میکردید. مایل هستم که ازت خواهش کنم در مورد مراسم سالگرد یک خلاصه برای بینندگانمون در ایران بفرمایید. سخنان خودم رو به نام شهید سربلند و مظلوم امیر جوادی‌فر آغاز میکنم. مراسم سالگرد امیر در عصر پنجشنبه در منزل پدری امیر در غرب تهران برگزار شد که با استقبال گسترده یاران امیر، دانشجویان و سایر اقشار جامعه در جوی کاملا مطلوب و در کمال آرامش برگزار شد. در طول این مراسم هم صدای امیر پخش شد. عرضم به حضورتون کرده که مراسم شعرخوانی داشتیم، چندین ویدیو کلیپ و ترانه پخش شده و در مجموع بسیار مراسم خوبی داشت. من یه مصاحبه ای رو دیدم که نوشته بود که امیر فقط یک اعتراض مدنی کرده بود و بعد برخورد شد. میدونم بابک عزیز، مرگ برادر سخت، خودم متاسفانه این تجربه شو داشتم. من ازت میخوام یه خلاصه برای اطلاع بیننده هایی که در جریان احیانا اگر نیستن بدید، اینکه چه شد، امیر بازداشت شد و تا به آخر به چه اتفاقی روی داد؟ والا چندین بار من در این مورد توضیح دادم، امشب هم باز تکرار میکنم. امیر اصولا آدم سیاسی نبود. امیر هنرمند بود، ترانه مینوشت، کتاب میخوند، فارغ التحصیل بازیگری بود از مؤسسه کارنامه و اصولا وادیش از وادی سیاست جدا بوده. منتها در هر کسی که خوب فکر میکنه لزوما دارای تعهد اجتماعی هم هسته. امیر نسبت به اتفاقاتی که در پیرامونش می افتاد دارای تعهد اجتماعی بود، اما اگر اعتراضی هم می کرد یک اعتراض مسالمت آمیز می کرد، یعنی اصلا دنیا رو هنرمندانه نگاه می کرد و خشونت در مرامش نبوده. خب برگردیم به بحث امشبی که ما با بینندگان مطرح کردیم. فکر میکنم شما هم شنیدی نظر برخی از بینندگان رو. برخی معتقد بودن که باید با عاملی برخورد بشه، برخی هم معتقد بودن بالاخره اشتباهی در نظام صورت گرفته و همینقدر کافیه. شما به عنوان یک عضو از خانواده، کسی که بالاخره جان باخته داشتی در این حوادث، اطلاع دارم که در دادگاه شرکت کردید و میدونم که محدودیت قانونی دارید برای بیان آنچه در دادگاه برگزار شد، اما روند دادگاه رو چجوری بررسی میکنید؟ والا من جا داره در ابتدا تشکر کنم از برگزاری دادگاه، قسمتی از دادگاه پرونده کهریزک که در واقع میپرداخت به متهمینی که دارای درجه نظامی بودن و در سازمان قضایی نیروهای مسلح در هشت جلسه برگزار شد. اگرچه که این دادگاه غیر علنی بود، اما جلسات دادگاه در جوی کاملا مطلوب برگزار شد و هم اولیای دم جان باختگان، هم سایر شکات، وکلای در واقع اونها و همچنین وکلای متهمین و متهمین در جو کاملا آزاد مسائل خودشون رو مطرح کردن. اما اساسا مسئله اصلی که در رأی دادگاه مطرح هست این هستش که ما یک سوال همچنان در ذهنمون باقی مونده. این مسئله هستش که به هر صورت علت مرگ امیر در گزارش پزشک قانونی مجموع صدمات وارده ذکر شده و شرایط بعد نگهداری هم در نظر گرفته شده. سوالی که مطرح هست این هستش که اگر امیر در یک بازداشتگاهی در واقع بازداشت میشد که این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندان ها می بود و در اون امکانات اولیه رفاهی مانند آب، غذا، فضای خوب برای تنفس، بهداری که اگر حال متهمین به هم میخورد و اونجا مراجعه میکردن وجود داشت، آیا باز صدماتی که توسط چند مأمور به امیر وارد شده بود موجب شهادتش میشد؟ در نتیجه کسانی که این فضا رو به وجود آوردند هم در این قضیه مقصر هستند از نظر ما و ما باز در چارچوب قانون
شکایت خودمون رو در مطرح خواهیم کرد. پرونده 20 روز مهلت قانونی داره که شکایتمون رو مطرح خواهیم کرد که ایشالله در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. یک نکته دیگه هم که لازم میدونم ذکر کنم این هستش که اساساً اگر متهمین روز 18 تیر به زندان کهریزک منتقل نمی شدن، آیا اتفاقات دیگری که پیامد این انتقال بود اتفاق می افتاد؟ در نتیجه اتفاقاتی که افتاده و ریشه اصلی این قضیه انتقال متهمین روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک به دستور دادستان وقت تهران بوده. بله، یه نکته رو در طول برنامه تو وبلاگ ها اشاره کردم. تو روزهای اخیر برخی به این مسئله پرداختن که خب خیلی ها تو ایران مخالف مجازات اعدام هستن. البته تو ایران مجازات اعدام وجود داره، مثل خیلی از کشورهای خیلی که نه، ولی یه سری کشورها بالاخره اعدام توش وجود داره. تو همین ایالات متحده آمریکا برخی ایالت ها اعدام رو دارن به عنوان مجازات، اما برخی میگفتن که این مجازات اعدام نه، حتی برای متهمین کهریزک نداره. شخصی تو در مورد این احکام اعدام یا قصاصی که صادر شده چیه؟ تو خودت با این اعدام موافقی؟ به عنوان یک، بالاخره شما رو به عنوان خانواده قربانیان هستید، شاکی هستید تو این پرونده، نظر شخصی تو من میخوام بدونم. والا هدف ما از روز اول جهت پیگیری پرونده کهریزک علاوه بر دادخواهیمون این بودش که جلوگیری کنیم از حوادث مشابهی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، و بنا رو بر این گذاشتیم که این روندی که حالا در یک مقطعی وجود داشته و موجب شهادت جمعی از بچه های این سرزمین شده مجددا تکرار نشه. در نتیجه جنبه عمومی این قضیه خیلی مورد نظر ما بوده و ما اعتقاد داریم که هم من و هم پدرم بر این اعتقاد هستیم که احکامی که صادر میشه در این چارچوب باید باشه که پیشگیری کنه از به وجود آمدن اتفاقات مشابه. این نکته من لازم میدونم ذکر کنم که در سه روزی که بچه ها در داخل کهریزک بودن، خب اصولا افسر نگهبان ها مستقیما با متهمین در تماس بودن. در روز دوم نگهداری اونها اگر اشتباه نکنم یکی از مامورینی که در واقع مامور اونجا بوده بسیار برخورد خوبی با بچه ها داشته، به اونها هواخوری داده و به ضرب و شتم اونها نپرداخته. یعنی لزوما این گونه نبوده که کسانی که اونجا وجود داشتن مجبور باشن که با بچه ها بد برخورد کنن یا یک جو این شکلی باشه. یعنی اونها خودشون به شخصه هم مقصر هستن در این قضیه. بله. اما باز ما اون جنبه پیشگیرانه رو همچنان مد نظر داریم. خب با بابک جوادیفر همراه هستیم، برادر یکی از جانباختگان واقعه کهریزک، امیر جوادیفر. در کل چقدر امیدوار هستی که در دادگاه تجدید نظر آنچه مطالبه شما و سایر خانواده ها هستن صورت بگیره؟ یعنی من ابتدای برنامه اشاره کردم به بیانیه آقای علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از جانباختگان. فکر میکنید تا چه حد امکان محاکمه یا بازخواست عاملین این وقایع در حاضر امکان پذیر هست؟ هم پدرم اعتقادمون در اقدام در چارچوب قانون بوده و از امیر رو در چارچوب قانون تحویل مقامات دادیم و بعد از اون هم در چارچوب قانون اقدام کردیم و همچنان امیدوار هستیم که هم پرونده در واقع پرسنل نیروی انتظامی روی قسمت‌هایی که ما در کیفرخواست به اونها معترض بودیم و قسمت‌هایی که در حکم صادر به اون در واقع اعتراض داشتیم در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیره. همچنین امیدوار هستیم که هر چه زودتر دادگاه قضاتی که دستور انتقال امیر و سایر شهدای کهریزک رو دادن هم هر چه زودتر برگزار شه و در چارچوب قانون با توجه به دستور مقام رهبری در این زمینه دادگاه هر چه سریع تر برگزار. بابک جان متشکرم که در طول برنامه امشب با من همراه بودی و نظرات و دیدگاهات رو بیان کردی. خیلی ممنونم از این که در این مدت با من همراه بودی. خواهش میکنم. ممنون. شب و روز شما بخیر.